سلام به بینندگان عزیز تلویزیون آی اف تی تی وی و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی بینند و یا میشنوند. امروز شنبه 26 ام اکتبر 2015 و 4 مهر ماه 1394. <applause> الان این چهارمین جلسه است در واقع که من راجبه به یه مقاله مفصلی که دو نفر از استادان دانشگاه کالیفرنیا نوشتن دارم چیز میکنم علت این که به طول کشیده اینه که بخ بخ بعضی از جاش احتیاج به یه مقدار توضیح داره تفسیر داره ولی به طور کلی صحبتش اینه که چرا از نظر روبنای سیاسی امریکا به سرعت به طرف فاشیزم میره بنابراین در واقع در تیتر این مقاله که فاشیسم قرن سویه کن باشه یه بحث روبناییه ولی خوب در متن مقاله بحث میره زیربنا که علت اینه که یه روبنا به طرف فاشیز میره زیربناش چیه؟ علتش خیلی آشکاره بحث رو به اینجا رسوندیم که به دلیل تضاد بنیانی نظام سرمایه که در واقع تضاد بین کار و سرمایه است یعنی در واقع تضاد بین تولید و مصرف تولید سرمایه رو نمایندگی میکنه مصرف طبقه کارگر رو تضاد بین اینا میفته تولید به دلیل علم تکنولوژی روباتیزه شدن و اتوماتیزه شدن به طور عجیبی میره بالا در حالی که و حد و مرز نمیشناسه تولید در سرمایداری حد و مرز نمیشناسه و به همین دلیلی که نظام سرمایداری با ادامه بقاء طبیعت سازگار نیست در اینکه سود و طمع سرمایداری که وابسته به تولیده مرزش آسمانه خودشون میگن مرزش آسمانه یعنی در واقع هیچ مرزی نمیشناسه در حالی که طبیعت محدوده یه کره زمینه با مقدار معینی مواد دا اولیه خاک و حتی هوا و آب که اینا همش محدوده به طور کلی از این جهت نظام سرمایه داری با ادامه بقاء بشریت و بقاء طبیعت سازگاری نداره ما همیشه باید اینو به طرفداران نظام سرمایه داری گوش زد بکنیم خود من تعجب میکنم ارزن حالا پنجار سال پیش شهست سال پیش که توجه مردم به طبیعت و نابود شدنش معطوف نشده بود مثل امروز روز برای که طبیعت در عرض پنجاه سال اخیر به طور وحشتناکی به طرف نابودی رفته اون زمان حالا اینا شاید حق داشتن و هنوز به اصطلاح نظام سرمایه‌داری چهره واقعیش اینطور آشکار نشده بود ولی اونایی که هنوز که هنوزه طرفداری از این سیستم میکنن باید ازشون پرسید که آیا وجدان دارید انسانیت دارید اصلا میدونید چی داره میگذره ولی به هر حال بنابراین تولید از یک سو حد و مرز نمیشناسه در حالی که مزد و مزایای کارگر که در حقیقت مصرف کنندگان این اجناس و این کالاها هستن دائم روش فشار هست برای این محدودیت داره من قبلا صحبت کردم که تولید وابسته به بهرهوری کار یعنی علم و تکنولوژی که حد و مرز نداره دائم در حال پیشرفته در حالی که مزد و مزایا بستگی به تضاد طبقاتی بین سرمایه و کار داره و دائم روش فشار هست بنابراین محدودیت داره یکی نامحدوده یکی محدوده خب چه اتفاقی میفته؟ اتفاقش از این جهته که در واقع دچار بحران میشه موقعی قدرت خرید و افکتیو دیمند یا تقاضای مؤثر وجود نداشته باشه سرمایه دارا دیگه نمیتونن سرمایه گذاری بکنن سودشون میره بالا به خاطر اینکه میرن به جاهایی از دنیا کارخانجات و تولیداتشون رو میبرن به جاهایی از دنیا که پایین ترین دستمزد رو میدن و در نجه هزینه تولیدشون رو میارن پایین مواد اولیه هم به ارزان ترین شکل ممکن میخرن ابزار و وسایلشون هم از این جهت ارزونتر میشه هزینه تولید که اومد پایین سود سرمایه میره بالا در نتیجه ثروتها و سرمایه های عظیمی جمع میشه که سرمایه داران نمیدونن اینا رو کجا باید سرمایه گذاری بکنن بحث من هفته گذشته به اینجا رسوندم و در نتیجه میان و راه های جدیدی پیدا میکنن همینطور که من گفتم در نظام سرمایه داری ما هم در دوران رقابتیش و هم تا بگیم 60 70 80 سال پیش یعنی در ابتدای قرن بیستم هم حتی دو بخش اساسی داره یکی بخش تولید وسایل تولید که زیر ساختان و یکی تولید مصرف تولید وسایل مصرف یا کالاها به خاطر اینکه در این حوزه ها داری نمیتونه دیگه به اندازه کافی سرمایه گذاری بکنه یا سرمایه گذاری سوداور بکنه راه های جدیدی پیدا میکنه و یک دپارتمان سوم درست میکنه که این دپارتمان سوم رو من راجبش صحبت کردم که پال سویزی اسمشو میذاره فایر که عبارت باشه از بخش فاینانشال اف فاینانشال بازار مالی بخش بیمه اینشورنس و بخش خانه و ساختمان سازی ریل استیت این میشه فایر ولی غیر از اون مجتمع نظامی صنعتی به وجود میاره اقتصاد رو میلیتریزه میکنه نظامیش میکنه اگر به آمار و ارقام نگاه بکنیم هر دلار سرمایه گذاری در دستگاه های نظامی و امنیتی یک و چهار دهم ده بیزنس به وجود میاره اینا رو هم مگراف هم سویزی کلی روش کار کردن اینا بهش میگن مالتیپلایر افکت یعنی شما سرمایه گذاری ارزن در, در ساختن موشک بمب اتم و غیره و غیره هم کار به وجود میاره و هم کنترات ها و قرارداد های ثانوی به وجود میاره و در نتیجه ملتیپلایر افکت یعنی به طور ثانوی کار به وجود میاره و در حقیقت به اصطلاح اقتصاد رو رونق میده ولی نابود کننده است سازنده که نیست یا خود بخش مالی بانک ها درست میشه اینا احتیاج به ساختمون دارن احتیاج به کارمند دارن این کارمندا خرج میکنن به همین ترتیب شرکت های بیمه جز عظیم ترین ها هستن و بعدش هم ریل استیت الان ما شاهد این هستیم که ساختمان سازی عزیزان هر شهری که برن از جمله همین شهر فرزند اطراف لس آنجلس به طور عظیمی واقعا ساختمون سازی است چرا برای اینکه بیزنس های دیگه وجود نداره کار ارزان ترین شکل کارگرای مکزیکی بنابراین ارزونه مساله و مواد در اولیه بسیار ارزانه و پول نرخ بهره فوق العاده به طور بی سابقه ای پایین بنابراین چیکار میکنن میرن تو کار ساختمون سازی و در نتیجه به ارزانترین شکل ممکن این ساختمون ها چه آپارتمان چه بازار بسا شاپینگ سنتر و غیره و غیره می سازن به امید اینکه دوباره اقتصاد شکوفا بشه و اینا رو گرونتر بفروشن خود این بیزنس به وجود میاره بنابراین دپارتمان سوم راجع بهش داریم صحبت میکنیم یکی این ش... یکی فایننس یکی انشورنس یکی ریل استیت یعنی خانه سازی و مجتمع نظامی صنعتی همینطور که عرض کردم تبلیغات یک تریلیون دلار صرف تبلیغات میشه و بعد بخش انترتینمنت به وجود میارن تفریح اینو بهش میگن تفریح قمار فحشا مواد مخدر پورنوگرافی خود پورنوگرافی لاقل صد میلیارد دلار بیزنس و بهش میگن پورنوگرافی ایندستری صنعت پورنوگرافی همه اینها جامعه رو به تباهی البته میکشه اینا تا مدتی میتونه نظام داری رو نگه داره نه برای مردم و بخش عظیمی از طبقه کارگر و زحمتکشا بلکه نرخ سود سرمایه ها و این در این حال باعث چی میشه؟ شکاف طبقاتی میشه یعنی یک درصد بالا به طور افسانهای ثروتمند میشه در حالی که بخش وسیعی از طبقات پایین به ویژه طبقه متوسط از هم فرو میپاشه و به طبقه کارگر میپیونده و این زایعات اجتماعی به وجود میاره به طور ثانوی بنابراین تا اینجا ما رسیدیم که به اصطلاح همین نویسندگان این مقاله صحبت این سرمایه داران صدها میلیارد دلار صرف سفته بازی و امثال هم و امثال هم می کنن. حالا میگه همه این کارا را کردن ولی اینم مسئلهشون را علاج نمیکنه فروپاشی مالی جهانی در سال 2008 علا تمام این تمهیدات که رکود بزرگ که بعضی آن رو رکود بزرگ Great Recession نامگذاری کردن آخرین ضربه ای بود که به سیستم وارد شد این بحران بحرانی چرخه ای نیست بحران ساختاری است که میتواند به یک بحران سیستمی یا سامانه ای تبدیل بشه دلم میخواد اینو توضیح بدم برای اینکه این, این دو تا پروفسور بین بحران ساختاری و بحران سیستمیک تفاوت میذارن و فرزن بحران های عرشبت که دهه هم دهه 1930 و هم 1970 عزیزان می‌دونن که 1974 75 بحران بزرگی واقعا اینا رو ساختاری نمیدونه و و به درستی هم حتی این رو هم ساختاری به اون شکل البته چرا اوز میخوام اینو چرخه ای نمیدونه و از ساختاری میدونتش منتها تعریفش از ساختاری فرق میکنه با اون چیزی که فرزن مزاروش صحبتشو میکنه بحران ساختاری واقعا یک بحران سیستمیکه به این معنا که نظام سرمایه داری واقعا به مرزهای نهاییش میرسه و در نتیجه راه چاره ای براش باقی نمیذاره و مجبوره که با در واقع راه چارهش فقط تغییر سیستم خواهد بود بنابراین در واقع مزاروش و یا خود من با هایی که از مزاروش فرا گرفتم تفاوتی بین بحران ساختاری و سیستمیک نمیذاریم در حالی که این تفاوت میذاره این بحران بحران چرخی نیست بحرانی ساختاری که میتواند اون وقت به بحرانی سیستمیک یا سامانه ای تبدیل بشه بحران سیستمیک اون وقت میگه اینه که سیستم باید عوض بشه در حالی که فکر میکنه که در بحران ساختاری میتونن با یه تمهیداتی دوباره اینو برش گردونن به حالت عادیش در حالی که امکان برگشتش نیست بحران تغییر ساختار به معنای... به... به... به معنای آن است که تنها راه بیرون آمدن از بحران تغییر ساختار کل سیستمه یعنی واقعا از سیستم سرمایه دارید باید فراتر بریم و وارد یه سیستم دیگه بشیم یعنی به حساب بحران سیستمیک به معنای آن است که حل بحران همانا تغییر سیستمه بحران کنونی از چند جنبه با بحران های ساختاری دهه 1930 و 1970 شبیه است اما چند وجه منحصر به خود دارد یعنی در واقع حالا اینجاست که یه مقدار من انتقاد به این مقاله دارم اونم نظرش اینه که بحران 1930 و 1970 اینا اونا هم ساختاری بودن در حالی که اونا ساختاری نبودن و واقعا رژیم میتونست تمهیدات تازه ای به کار ببره و اهرم های تازه ای رو بیاره تو میدون برای به اصطلاح نجات از اونها اما چند وجه منحصر به خود دارد این بحران کنونی یکی اون که سیستم به سرعت دارد به مرز نهایی خود از جهت بازسازی محیط زیست میرسد کاملا درسته ما ممکن است همکنون به چنین مرز برگشناپذیر رسیده باشیم وجه دیگر یعنی نظر محیط زیست بنابراین سیستم به مرز نهاییش داره میرسه نظر آب نظر هوا حالا بگذاریم از نظر آهن و مس و آلمینیوم و و برزن نفت و گاز تا کی میتونه تا عواست قرن آینده پیش بینی میشه که منابع نفت و گاز تموم میشه و اگر بخوان اینا رو توی زمین نگه ندارن و مصرفش بکنن صحبتشو کردیم آخرین گزارش نشون میده که تمام یخهای قطب جنوب زوب خواهد شد درجه حرارت فارنهایت نه سانتیگراد فارنهایت 20 درجه بالا خواهد را و سطح دریاها و اقیانوسا دویس پا یعنی هفتاد متر بالا خواهد اومد حیزان میتونن تصور بکنن که چه خواهد شد بنابراین داره واقعا به این مرزها این یک بنابراین از نظر طبیعت به مرزهای نهاییش داره میرسه و ما ممکن است به این وجه دیگر عظمت وسایل کاربرد خشونت و کنترل اجتماعی است این احتیاج به توضیح داره دفتر حقوقی دکتر ندا زمان وکیل رسمی دادگاه های فدرال و کالیفرنیا آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان می باشد ما شما را از طریق ای بی تو، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می دهیم قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان وکیل دادگاه های امریکا تماس بگیرید. آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310 855 0992 تماس بگیرید وبسایت nedala.com یکی از راه هایی که اینا هم در 1930 و هم در 1970 میتونستن به کار ببرن عبارت از این بود که میتونستن جنگ مثلا 1930 رو من دارم میگم هنوز بمب اتم و بمب هیدروژنی درست نشده بود و در نتیجه جنگ میتونست به صورت جنگ اول و جنگ دوم جهانی بشه این یکی اگه بخواد جنگ بشه با نابودی بشریت تمام خواهد شد یعنی در واقع به قول مزاروش فقط سوسکا میتونن زنده بمونن بنابراین جنگ جنگ اتمی و هیدروژنی خواهد بود و بمبهای های نوترانی بنابراین از این جهت هم اهرم جنگ هم که فرزان بحران 1930 رو جنگ دوم جهانی نجات داد بحران 1907 رو جنگ اول جهانی نجات داد ولی این یکی اهرم هم از دستشون گرفته شده و البته کنترل اجتماعی که ما میدونیم برای سرکوب مردم وسایل و ابزار وحشتناکی واقعا اینا دارن به کار میبرن ولی این هم میتونه کارایی خودش رو از دست بده جنگ های کامپیوتری هواپیما های بی سرنشین، بمب های سنگر شکن، جنگ های فضایی و غیره چهره جنگ ها چهره جنگ ها را عوض کرده است. جنگ برای اونهایی که قربانی آن نیستند به چیز عادی تبدیل شده و تمیز در حالی که برای مردم از سوی دیگر به عصر جامعه به پوست پولیتیکال اینا اسمشو میذارن ما که ما میدونیم نشنال سکیوریتی ایجنسی که کنترل تمام اعمال رفتار گفتار و نوشتارهای مردم رو به اصطلاح کنترل میکنن عامل سوم محدودیت گسترش ارزش نظام برای اینکه یکی از راه های دیگه ای که اینا داشتن که برن جاهای دیگه ای رو تسخیر بکنن بازارهای جدید در واقع برای خودشون ولی الان جایی در سطح جهانی باقی نمونده که اینا برن تسخیر بکنن بنابراین تمام این احرام ها میبینیم به مرز نهاییشون دارن میرسن از میان بردن روستاها ها تقریبا به پایان خود رسیده در سراسر جهان کالایی شدن روابط در مناطق روستایی و فضاهای غیر سرمایداری و پیش سرمایداری شدت یافته و صحنه فعالیت های شدید سرمایه شده اون هم داره از بین میره عامل چهارم عبارت از جمعیت اضافیه که حالا اینا روی مسئله جمعیت اضافی به اصطلاح تاکید میکنن در حالی که بزن به نظر من مسئله به وجود اومدن جمعیت اضافی بخشی از نظام سرمایه داریه عزیزان دقت بکنن که هر کشوری که مرفه تره میزان و زاد و ولد کمتره برای که وسائلش رو دارن آموزششون بالاست اضافه جمعیت کجا به وجود میاد در کشورهای عقب افتاده هند کشورهای امریکای لاتین امریکای مرکزی به ویژه جنوب شرقی آسیا پاکستان بنگلادش اندونزی در اینجا هاست و ساکنین جهان ساکنین جهان زاغنشین آنهایی که از روز ار که از روند تولید سازنده بیرون افتادن به حاشیه رانده شدن همه مجموعه اینها سیستم رو به جایی میرسونه که حالا وارد یه بحث تازه میشن که راه علاجشون الان چیه فاشیزم به عنوان عکس عمل در برابر بحران سرمایه داری از اینجاست که در واقع میرسیم که چرا سیستم وارد یک مرحله هر که فاشیزم میشه بحران ساختاری دهه 1930 از طریق برقراری الگوی فوردیزم کینزی و یا سرمایداری باز, باز حل شد این دوتا پروفسور به نظر من سخت در اشتباه هم برای اینکه واقعا آنچه که حل کرد مسئله بحران 1930 رو دهه 1930 رو جنگ دوم جهانی بود و نه قوانین کنزی و نیو دیل یا به اصطلاح اونی که چیز به این قضیه کلی بحث شده پال سویزی در اون زمان بحث های بسیار زیادی داشته با استاداش از جمله جوزف شومپیتر پروفسور هانسن که اینا استاداش بودن برای اینکه 1933 در واقع میزان بیکاری کم میشه عذر میخوام به 25 درصد میرسه 1934 35 دوباره پایین میره به 16 درصد میره ولی 1937 38 دوباره به 19 درصد میرسه یعنی دوباره وارد چیز میشه با اینکه چیزای کنزی رو هر که FDR یا فرانکلین روزولت پیاده کرده بود میخواستن ببینن چرا اینجوری شده یعنی دوباره وارد یه رکود شده بود من تا جنگ دوم جهانی به داد اینها رسید و دیگه راجع به این مسئله بحث نکردن که چرا 1938 سی دوباره اقتصاد امریکا وارد یه دوره رکود شد من فکر میکنم این دو نفر پروفسور از این داستان اطلاعی ندارن و جنگ دوم جهانی بود که اومد و اینا رو نجات داد بنابراین این میگه الگوی فوردیزم و پیاده کردن اقتصاد کینزی و که سرمایه دیگه باستوزی باشه ری در حالی که بحران سالهای 1970 لاعقل به طور موقت از طریق جهانی شدن سرمایه داری به اصلاح مسئله حل شد موقعی که میگوییم حل شد منظورمان این نیست که اوضاع برای اکثریت بزرگ بشریت بهتر شد بلکه تغییر ساختار به بازگشت انباشته پیگیر سرمایه اجازه بازگشت داشت کاملا درسته جهانی شدن بنابراین اینا ایشون این دوتا پروفسور نظرشون اینه که بحران 1930 رو از طریق فوردیزم و پیاده کردن اقتصاد کینزی علاجش کردم 1970 رو از طریق جهانی شدم بحران ها اما فرصت هایی برای تغییر تغییر ایجاد می کنن که می توانن سمت و سوی متفاوتی به خود بگیرند حالا بحران که به وجود میاد جامعه شکاف درش به وجود میاد برای اینکه شکاف طبقاتی که به وجود اومد شکاف از نظر سیاسی به وجود میاد هم یک بخش از جامعه به طرف راست میره ولی از طرف دیگه فرصتی برای نیروهای چپ به وجود میاد اگه ارزش داشته باشن بحران کنونی موجب شکاف و قطبندی قطبندی سیاسی در بسیاری از جاهای دنیا و در کل سیستم جهانی گردیده است کاملا همینطوره عزیزان دقت بکنن به اروپا نگاه بکنن که یک بخش به سرعت داره به طرف فاشیسم میره در یونان فرزند در انتخابات اخیر مثلا گولدن دان یا طلوع سپیده فاشیست ها هفت درصد رای آوردن یا خانم لوپن در چیز که در حقیقت یه حزب دستراسی افرادیه به همین ترتیب در فرانسه ممکنه به حساب رئیس جمهور بشه در آلمان دستراسی ها در انگلیس به همین ترتیب برای این جامعه در حقیقت از یک سو میتونه به طرف رادیکالیزم چپ بره از طرف دیگه هم رادیکالیسم راست یعنی به طرف به بره هم نیروهای چپ و هم راست در حال تغیانند در امریکا نگاه بکنیم آقای دونالد ترامپ از یک سو و پاپ اعظم و ارشاد که برنی ساندرز از طرف دیگه که برنی ساندرز ادعای سوسیالیست بودن میکنه شکاف میفته از نظر سیاسی در مقطع تاریخی کنونی به نظر می رسد که سه واکنش در برابر این بحران قابل تشخیصند حالا دیگه وارد این بحث میشه که راجب اینه که چرا جامعه امریکا به طرف فاشیسم میره یکی اصلاح از بالاست که هدفش ثبات بخشیدن به سیستمه این داره کنزیا رو میگه یعنی در واقع داره راجب پال کروگمن اقتصاددانی که جایزه نوبل برده جوزف ستیگلیتز استاد دانشگاه کلمبیا جایزه نوبل برده رابرت رایش که وزیر کار دولت کلینتون بود و هر شود که پسر جان کنت گالبریت هر شود که گالبریت دو پسر که در دانشگاه ویسکانسین فکر میکنم این چهار در حقیقت اقتصادون های کینزی هستن که میخوان از بالا شود که اصلاحات به وجود بیارن نجات سیستم از دست خودش یکی اصلاح از بالا است که هدفش ثبات بخشیدن به سیستم نجات سیستم از دست خودش به خاطر جلوگیری از اکسل عمل رادیکال از سوی پایینی ها کاملا در برابر بسا شورش و تقیان طبقه کارگر هرچبت که بعضی از سکانداران جهانی پیشنهاد اجرای مقررات مقرراتی که در حقیقت در زمان ریگان و در زمان کلینتون برداشته شد و این ها رو به وجود آورد یعنی تمام چیزهای نیو دیل رو اینا قدم به قدم به طور سیستماتیک از بین بردن حالا آدمی مثل پال کروگمن و جوزف سیتلیز نظرشون اینه که باید دوباره این مقررات رو برقرار کرد یعنی باید اصلاحات کرد بازارهای اجرای مقررات و تنظیم بازارهای مالی کمک دولت به تحرک اقتصادی تشویق سرمایه گذاری تولیدی به جای سفت بازی و اقدامات باز توزیعی ریدیستریبیوشن پیشنهادات اینا سرمایه داران سردمداران اوز میخوام اصلاح طلب از نوع جورج سوروس جوزف ستیگلیتز و جفری ساکس و نمایندگانی از چند کشور اروپایی و دولت های جهان سوم از اقتصاد نهادی یعنی institutional economy صحبت می و نه نئوکلاسیک یا یعنی نیولیبرال ها پیروی می روشش که نیوکینزی ها اینا رو بهشون میگن نیوکینزیان ها با این همه در سالهای بعد از فروپاشی سیستم مالی در 2008 به نظر می رسد که این طرفداران اصلاح نتوانستند بر قدرت سرمایه های مالی فراملی فائق آیند کاملا در واقع کسی به صحبت های پال کروگمن و جوزف سیکلیس و اینا اصلا وقعی نمیذاره براشون ارزشی قائل نیستن حتی مثلا آقای اوباما که عزیزان به یاد بیارن که در 2008 چه قولهایی داد از پی بیمه پزشکی همگانی عرض شود که برقراری مقررات علیه زیاد روی های مالی و و و در ابتداش هم 700-800 میلیارد دلار برای تحرک اقتصادی به کار برد ولی به جایی نرسید و نیولیبرال در برابرش ایستادن سرمایه دارایی به اصلا فراملی اکسل عمل دوم به این مهران مقاومت توده های مردمه و نیروهای چپ از پایین است این مقاومت اغلب افتان و خیزان است اما به نظر می رسد که به دنبال بحران 2008 گرچه هنوز گستردگی آن نابرابر ناموزون اما در حال طغیان و جوشش است کاملا این درسته در اروپای اینو ما میبینیم در امریکا اینو میبینیم جنبش توده های مردم در اروپا به دنبال بحران وام های دولتی مخصوصا در یونان در اسپانیا در پرتغال هر چقدر که در ایتالیا در فرانسه در سال های 2010 2011 و تحمیل برنامه های ریاضتی جدید نشانگر این طغیانه همون گونه که جنبش های خاورمیانه و شمال افریقا گردش به چپ در شماری از کشورهای امریکای لاتین و تجدید حیات پیکارجویی کارگری در امریکا در اوایل سال 2011 در واکنش به فعالیت های ضد اتحادیه که ما میدونیم به اصطلاح جنبش اشغال وال استریت در واقع ما میدونیم که شعارشون اینا نرفتن جلوی ادارات دولتی یا جلوی کاخ سفید اومدن در وال استریت برای اینکه در حقیقت اون به اون کسی که باید محکوم میشد وال استریت دولت کاری نیست کاری نمیتونه بکنه برای اینکه اونم نوکر وال استریت برای این جنبه در حقیقت اشغال وال استریت یه جنبه سمبولیک و نمادین داشت که اومدن اون پارک زوکاتی رو گرفتن و اگرچه با شکست روبرو شد یعنی شکست که ولی به نظر من اثراتی که باقی گذاشته پایدار خواهد موند اما بحران مشروعیت حکومت ها و خلع در قدرت نهادها فقط برای نیروی نیروهای مردمی از پایین فضا ایجاد نمی کند بلکه به نیروهای راست افراطی که با نیروهای اصلاح طلب و رادیکال نوعی مسابقه دارن نیز فرصت میده. اتفاقا الان در امریکا دست بالا رو اینا دارن عزیزان اگر به این بحث و ای که در بین نمایندگان جمهوری خواه به وجود اومد همینجا من یادآوری بکنم که حزب جمهوری خواه به چه سویی داره میره اخیرا عزیزان میدونن دیروز یا دیروز در واقع آقای جان بینر که رهبر جمهوری خواه در مجلس نمایندگان امریکا بود استعفا داد زیر فشار دست خود جان بینر از اون دست های وحشتناک بوده و به همین دلیل انتخابش کردن به عنوان رهبرشون در مجلس نمایندگان ببینید چه دست های وحشتناک تری وجود دارن که اصلا باعث شدن که این استعفا بده برای که تمام به اصلا عرصبت که بودجه دولت رو برای پلان پرنت یعنی تنظیم خانواده اینقدر اینا دست میخوان از بین ببرن و دولت رو میخوان تعطیلش بکنن برنامه بسا پزشکی اوباما رو میخوان تعطیلش بکنن اینقدر اینا به طرف راست رفتن بنابراین این بحران اقتصادی به اونا هم فرصت میده حالا باید دید که نیروهای افراطی راست افراطی که با نیروهای اصلاح طلب فرصت میدن از این رو عکس عمل سوم به این بحران آن چیزی که ما آن را فاشیسم قرن 21 می نامید نیروهای راست افراطی در بسیاری از کشورها از جمله میگه کلمبیا و هندوراس و غیره به در بخشی از کشورهای اروپایی و آنچه بیشتر موجب نگرانی است در امریکا در حال تغیان و ظهورن. بنابراین باید ما باید. ترس ما از این است که چنانچه اصلاحات از بالا با ناکامی روبرو شود و اگر چپ نتواند از ابتکار عمل ابتکار عمل را به دست گیرد لا اقل در بخشی از کشورها و مناطق جهان راه برای فاشیسم قرن 21 باز خواهد شد این جریان دست راستی شبه فاشیستی در صدد ادغام قدرت سیاسی ارتجاعی با سرمایه های جهانیه و بسیج و سازماندهی توده های پایینی عین هیتلر از نظر تاریخی صاحب توده های پایینی از نظر تاریخی صاحب امتیاز یعنی در واقع کارگرای سفید پوست مانند کارگران سفید پوست در شمال و طبقات متوسط در جنوب که اکنون شدیدن به چار عدم امنیت و شبه سقوط بیشتر آنها را شبه سقوط بیشتر آنها را تهدید می کند بنابراین اینه در واقع فاشیزم قرد 21 کم رو به این ترتیب در حقیقت اینا زیربنای بنای اقتصادیش رو باز میکنن و میگن که روبنای چنین اقتصاد در حال بحرانی چطور میتونه فاشیسم قرن بیسیرون بنابراین آگاهی از این قضیه و اینه که ما چه کار چه وظایفی به دوش ما میفته فوقلاده پر اهمیته به این ترتیب صحبت من فکر میکنم وقتم برای امروز تمامه و با عزیزان تا هفته آینده خدافزی میکنم شب و روز عزیزان خوش